رو از روی دوشمون برداریم، بسیار دموکرات مسلکانه و به این آزادی رو به شهروندان ایرانی بدیم که هر کس بتونه باور خودش و آرمان خودش رو بگستره، دیگران رو به آرمان خودش فرا بخوانه. بنابراین برای اینکه ما این بازدارندگی بزرگ که اسم شیعه هست و 1400 سال مزاحم ما بوده، بازدارنده بوده، صد راهم بود، اینو باید قیچی کنیم، قدرتش رو بگیریم از دستش که ما بتوانیم برای آینده سازندگی داشته باشیم و با 1,400,000,000 خیلی ببخشید گاو در نیفتیم و با این سیاست اون 1,400,000,000 رو میبریم پشت سرمون، نه جلوی خودمون. اونها به ما کمک بکنن تا ما نسل شیعه رو در ایران دموکرات مسلکانه رفرم کنیم، نه اینکه زور به کار ببریم. ولی وقتی مسلمان 1,400,000,000 ما جلوی خودمون میکاریم، دشمن میترسیم. بنابراین خرد میگه ما فقط با شیعه کار داریم که مسلمان ها رو خوردار نیستن. بسیاری از تودای مردم به گونه سنتی مسلمان هستن، مثل مادر من، مادر تو، پدر من، پدر شما و هم بوی از مردم به هیچ شناختی نه از اسلام دارن نه از ایرانگرایی دارن. به گونه جانشون در پیشینه تاریخ به دو هویتی شده، یه هویت ایرانی دارن به سرشار از مهربانی هست و زیبایی هایی که خودشون هم نمیدونن، ولی درونشون از نسل های پیشین و همکنون رسیده است و یک گونه در واقع باورهای اسلامی یا میشه باید گفت عقیدهای اسلامی. این دو، هر ایرانی به گونه میشه باید گفت دو هویتی شده، یه هویت ایرانی داره یه هویت اسلامی داره. حالا این گونه های ایرانی بودنش میشه باید گفت به روشنگرای روشنفکرای ما، انسانهایی که باورهایی دارند و به دستاوردهای تاریخی رسیدن و پیشینه تاریخی و فرهنگی خودشون میشناسن، اینا یک گروه اندکیشون هستن که در واقع اون جان دلاوری، اون دلاوری که میخواهند داشته باشن دارن و هر خطری و هر در چارچوب و هر ایزوله شده‌ای رو پذیرفتن و روشن آشکار و دلاورانه از دیدگاه راستین ایرانگرایانه خودشون که همونطور که دوستانم گفتن 100% با اسلام و تمام شاخهاش بیگانگی داره بیان میکنن، بسیار اندک هستن. گروهی هستن که از گروه روشنگرا یا روشنفکرای ما که بسیار میشود که بیش از 90% هم هستن و اینا به دلایلی که میخوان جانشون به خطر نندازن، چون میدونن که خب به گونه ای امکان داره آسیب ببینن یا کشته بشن یا به گونه منافع خودشون از دست داده بشن یا به گونه رسانه ها چشم به اونا نخواهند داشت، به گونه در واقع تقیه میکنن یا در واقع کوتاه میان یا سخن نمیگوین یا سعی میکنن به جای اسلام به عرب بپردازن، یعنی تازیان عرب ها که بسیار هم نجات پرسته میشه. و آن سو که میشه باید گفت این سوی آن سو میشه باید گفت اسلامگرایان هستن که به تاکتیک در پریودهای گوناگون در هنگامه‌های گوناگون نقش بازی میکنن. گاهی میگوین که آخر دین اسلام بهترین هست و ما باید از اسلام پیروی کنیم. گاهی میبینن که نه، کاربرد ندارن، خودشون ملی مذهبی میگوین میشمارن که بسیار بسیار هم که دکتر دانان گفتن نادرست هست. یعنی همونطور که زنده یار کوروش آریامرش گفت، همونطور که جالجان دفتریان گفتن، یعنی یک انسان باورمند نمیتواند مسلمان باشد، مسلمان هم میتواند اسلام باشد، نمیتواند از ایرانی ببخشید ایرانی و اسلامی بودن با هم تضاد داره و نمیتونه هم هر دو با هم دیگه باشن. در نتیجه این گروه های اسلامی در پریودهای گوناگون نقش بازی میکنن، شور بختانه همکنون این نقش رو دارن به ماهرانه بازی میکنن و گروهی آمدن میگوین که ما با جمهوری اسلامی مخالف هستیم، با شیعه‌گری مخالف هستیم، با گسترش امپراتوری شیعه مخالف هستیم، ما ایرانی هستیم، ما مسلمان هستیم، هر دوتا کنار هم دیگه میتوانن با هم یه کاربرد داشته باشن. من یه خاطره میخوام بگم که یک دوستی دارم که در شهر جالجان زندگی میکنه، از من خواست که درباره متن زیبایی درباره زادبود شهبانو فرح بنویسم، نوشتم. با
گفتن چیز دیگه بنویس نوشتم. بعد اومدن به من گفتن که حالا که شما به این نگارش زیبایی دید و حتی حالا میدم ایکس هم گفتن چه خوب و چه عالی و این حرفا، شما بیاین در این رابطه با اربعین حسینی که سالانه 2 میلیون نفر رو جمهوری اسلامی میخواد بفرسته و الان دارن فرستاده و میدونیم با 200 تن دارو و چندین هزار پزشک و با این همه امکانات گسترده‌ای که مردم ما در فقر و بیچارگی و گرسنگی و بیدارویی دارن به حساب میبرن، این امکانات در خدمت اربعین حسینی گذاشتن. ایشون به من میگوید که شما این متن رو بنویسید، ما میخوایم این متن رو بفرستیم برای بعضی از علمای عظما و رعایت الله های برجسته که از ما حمایت میکنن. حالا اینا کسایی هستن که به شدت با خانواده پهلوی هماهنگی دارن و منم خودم میگم دستشون در نکنه، ما مردمان ایران اشتباهی بزرگی کردیم، نباید همچی اشتباهی میکردیم که به همچی جمهوری اسلامی پدیدار میشد. در نتیجه باید اون زیبایی ها و اون خوبیه در گذشته بوده پاس بدارم، اینش قابل قبوله. ولی حالا برای این دیدگاه که میخواهن در واقع در آینده ایران حتما این چارچوب به قدرت برسن، میگوین همون در واقع اشتباهی که در انقلاب 57 کردن مثل چپ و ملیگرا، گفتن خب اگر ما با آقای خمینی هم داستانی کنیم و این رژیم سلطنتی و شاه رو به زمین بزنیم، در آینده ما آخونده رو مثل آب خوردن کنار میگذه، خدا به حکومت میرسیم. حالا این دوستان ما که همین طرفدار خانواده پهلوی هستن که بسیارشون انسانهای نیکو میهن دوستی هم هستن، همین اشتباه رو میخوان مثل گذشته بکنن که بگن ما حالا یه گروه های آیت الله هایی هستش در ایران که با این رژیم مخالفت میکنن، ما بیام از اینا پشتیبانی کنیم، پشتیبانی رو بگیریم و ما این رژیم زمین بزنیم. و این دوستان آدم میگن تو همچین متنی رو بنویس که ما بفرستیم برای داخل ایران و برای شخصیت برجسته خارج از ایران و این متن بتونه در واقع آیت الله ها رو با ما همخوان هم داستان بکنه برای فشار آوردن به سیستم که سیستم کنونی ما بتونیم کمک بشه که برای سرنگونیش. در نتیجه اینو من به این دلیل گفتم که بسیارانی هم هستن که بدین گونه از در واقع ایرانگرایی سوء استفاده میکنن، میخوان به اسلام، به اسلامگرایی بچسبونن برای آینده، چون میدونن این رژیم بی تردید سرنگون خواهد شد، اصلا تردید در سرنگون رژیم نیست. اینا چون اسلامگرا به شدت بسیار توانمند روی تقیه و روی خودقه دارن، یعنی دروغگویی و فریبکاری رو بسیار استاد هستن در 1400 سال. اینا میتوانن در آینده ایران که رژیم سرنگون بشه با 10-20 سال در واقع تقیه کردن، دروغ گفتن، مظلوم گرایی کردن، حسین بار کردن، دوباره رای رانه خوشون باز کنن. و بسیاری از شخصیت های ما که در واقع میخوان رژیم سرنگون کنن، این زمینه رو فراهم میکنن براشون. این شگفت انگیزه، زمینه رو فراهم میکنن. الان آقای دکتر خزعلی شما نگاه کنید با چه آب و تابی میرن توی تلویزیون ها و ایشون میگه که من خواهرم مثلا چند تا ویلا داشت و من رها کردم و فلان و بیسار، این حرفا و شگفت انگیز. حتی خودشون هم میگوین اگر انقلاب بشود یا این رژیم سرنگون بشن ما رو به دریا میریزن مردم ایران. ولی این گروه های که اینوری هستن که میخواهن در واقع جایگزین سیستم اسلامی بشوند، زمینه رو دارن فراهم میکنن و این ترس بزرگی برای ماست. ما باید، میخواستم اینو بگم و به پایان برسانم، که ما باید با آشکارگویی سنجیده، خردمندانه، وزین، ما اگر وزین و خردمندانه دلاور سخن بگوییم و آنچه در راه اسلام در ژرفا داره، نه ما به یه بخش شیعش بپردازیم. من فقط تنها زاویه‌ای که با دکتر دانارا اینه که دارم، ما باید خردمندانه به اسلام بپردازیم، تمام نکته هاشو، تمام زاویه های گوناگونش رو بیان کنیم، متأ همدیگوتن با یه دید وزین خردمندانه، بدور از لومپنیز و بدور از در واقع فوش دادن، اینو بیان کنیم و چارچوب خودمون رو باز و آراسته کنیم و بتوانیم هیچ راهی رو برای آسیب رساندن در آینده ایران نذاریم، یعنی ببندیم راه ها رو، یعنی ما خودمون رو با بیان، با زیبایی، با آگاهی مردم رو آگاه کنیم و سپس بتوانیم
مردم خردمند باورمند نگه داریم که با یک آخوند نیاید با چهار تا فریب در واقع با چهار تا دروغ همه چی از آن خود کنه. شما نگاه کنید اگر ما میتوانستیم سینما رکس آبادان رو این توانایی داشتیم که رژیم گذشته بگوید بابا ما نکردیم اونا کردن آخوندا کردن، جرئت نمیکردن بگن که اینا آخوندا کردن، جرئت نمیکردن خمینی رو بکشن یا مثلا حتی در واقع زندانش کنن. به شما سلاشا پایله ها من نیومد گفت در بعد از 42 علی حضرت ما با این خمینی سجدی رو آکنیم، ایشون داد کش مگه میشه سید اولاد پیغمبر رو بکشی این حرفا. بعد میبینی که با بورس فرستنش ترکیه همونجا فرستنش نجف که هر هفته یک گونی واسه اسکناس میبرن. در نتیجه اگه شما آگاهانه باز نکنین، رساله خمینی نخونین، قرآن رو نخونین و محمد و النصاب و روم و اینا رو نخوانی، باز نکنی دیدگاهش در رابطه با کافر در رابطه با یهودیان نگویید و اصلا هولوکاست اسلامی اولیش خود محمد انجام داد اینو بیان نکنید، چگونه دیدگاهشون نسبت به یهودیا چیه که هنوزم که هنوز به راحتی میتونم بگم صهیونیست و گروهی از مردمان همینو به قبول داشته باشن و اصلا دوباره صحبت نکنن تا بگی صهیونیست به گونه چپه میگیرن، تا بگی مثلا در رابطه با اسرائیل گفتگوی میخوام داشته باشم همه در حتی اون کسای دیگه انبوی دگرگونی وجود بیاد. من یادمه که مناش همی به من زنگ زد گفت آینه من میخوام آین خانم سنداوی اردوان که توی زندان اوین بوده و نقاش برجسته و بسیاری از در واقع سلولای زندان اوین رو نقاشی کرد ریز، حالا یه دفترچه خوبی رو تهیه شده با اون در رابطه با همین کشتار دهه 60 گفتگوی داشته باشم. من یکی از دوستان که حالا همه شما میشناسید شخصیت برجسته ای هم هست و انسان دانشگاهی و استاد دانشگاه است، زنگ زدم گفتم فلان جان من این شماره سوداوا رو ندارم، میشه من بگیرم بدم به مناش امیر باشه گفتگوی داشته باشه؟ آقای اینه دست بردار این کارایی نکن، آخر اون کشف اسرائیل دقیقاً همون چیزی که جمهوری اسلامی گفت همون هم فریاد میکشید. اینا رو ما میتوانیم با آشکارگویی از خود باور کنیم. من 8 ماه تو این شهر قرآن رو به زبان فارسی بدون هیچ تفسیری میخوندم، چقدر کار بود داشت، نه کسی اومد من خیلی نه اصلا هیچی نشد، یعنی فقط مردم آگاه شدن. در نتیجه من نمیخوام بگم که میبایست ما برای درازای تاریخ، برای اینکه ما فریب دوباره دیدگاه‌های اسلامی شاخهای گوناگونش رو نخوریم و فریب قدرت طلبا که به گونه میخوان قدرت و دولت از آن خودشون باشن و هر گونه در واقع وسیله هدف رو توجیه میکنه، به گونه این که بخوان در واقع همه چی رو برای فقط رسیدن به قدرت داشته باشن. و الان جستایی ما میبینیم که چقدر برایشون این مسئله مهمه و میخوان به هر جوری در واقع به توافق برسن که این سیستم زمین بخورن و خودشون جایگزین بشه. البته ما هم دوست داریم هر لحظه زودتر، حتی یک روز هم عمر جمهوری اسلامی به درازا نکشه و سرنگون بشه، ولی این هم ما میخوایم که با آگاهی باشه، با باورمندی باشه که اون موقع دو روز دیگه نیام با چهار تا دروغگویی و حق بازی دوباره همون آش و همون کاسته بشه. سپاسگزارم. من بسیار کوتاه میگم چون زمان میذاره و به برنامه آین میترا بده پردازیم. من بخشی از گفته های آفتی جان رو باش هماوا هستم و اینی که دانیل دانای گرامی دوست ارجمنده، ما اگر که با شیعه تنها به جنگی، چون شیعه زمان صفوی آمد به ایران، ولی ما نه خود دیو علی بنیان گذاشت، نامجای مزدکی و دست در دست علی، زمانی که اون پیامبر کوفتی هنوز رو بستر هنوز نمرده شیعه بنیان گذاشته شد. ولی به این گونه ای که در ایران امروز شناخته شده و
به گفتی هوادار داره، این بیشتر از زمان صفویان در ایران جان در گرفت. زمان صفویه به دلیل درگیری با عثمانی ها رنگ خود نظامی و میلیتریزه شد، ولی بیعتش بنیادش در زمان خود اون مردی که پیغمبر درست شده. به هر روی اگر که ما سخن من بر سر اینه که اگر ما تنها به شیعه بپردازیم، پس بنابراین سنی ها رو میتونیم بپذیریم. و اینی که من میگم کوروش آریامنش ها، من فرمایش شما رو میشنم، من بعد پاسخ میدم. اگر که من میگم کوروش آریامنش ها جان خودشون رو برای زن در این زمین گذاشتن، برای این که او کوششش بر سر این بود و من هم که اندیشه او رو پیروی میکنم، بر این هستیم که این گروه بر این هستن که اسلام اصلا برای ایران ایرانی ساخته نشده. ما با دین و آیین و به گفته حالا به نام دین بگیم، به نام آیین بگیم، به نام فلسفه بگیم، هرچی بگیم، ما خودمون رو پیش از اسلام داشتیم. بنابراین شناسوندن اسلام و ریشه‌کن کردن اسلام من ایرانی رو میبره به سرچشمه سرزمین خودم، نیاکان خودم، آیین و فلسفه زندگی خودم که همون آیین زرتشت باشه که من پیرو بشستم، ولی نه به نام دین، به نام آیین و فلسفه زندگی. بنابراین اگر که شما درست میگید، ما با هیچ کشور مسلمانی سر ناسازگاری نداریم، به هیچ روی الجزیره، مراکش، خود عربستان سعودی، اینا مسلمان هستن، به ما چه ربطی داره؟ من ایرانی در چهارچوب ایران امروز که همین گربه کوچیکیست که در روی نقشه زمین هست، من میخوام اینجا رو از اسلام و مسلمانی پاک کنم، اونم تازه نه به اون گونه ای که دیگه وجود نداشته باشه. آقا تو مسلمونی، برای خودت باش، برو تو خونت نمازتو بخون، روزتو بگیر، کاری به نه کار دولت داشته باش، نه به کار من داشته باش، و نه بخوا من غیر مسلمون، من کلیمی، من بیدین، من مسیحی رو بخواد آزار بدی و به اسلام برگردیم. من هدفم اینه، آرمانم اینه که به همه دین ها پاس میدارم، به هیچ، چون این دستور زرتشته، زرتشت بزرگ میگه که اگر میبینی کسی در باورهایی که داره خودشو خوشبخت احساس میکنه، هرگز نکوش که او رو از باورهاش بیرون بیاری و باور خودتو بهش بپذیرانی. من چون به این باور دارم و به اندیشه دیگران پاس میگذارم، میگم تو مسلمونی باش، مثلا با تو کاری ندارم، دوستیمون به جای خود، ولی تو برو دین خودتو داشته باش، تو مسجد، تو خونت، من هم بیدینی خودم رو دارم، یا آیین مسیحی دارم، یا یهودی دارم. من آرمانم اینه، اسلام در ایران باید ریشه کن بشه، نه تنها شیعه، سنی ها هم در ایران هستن، گروه های دیگه، اسماعیلی هم هستن، یعنی همون اسلامی که شما میگین از زمان محمد و پشت سرش علی، شاخه های گوناگون داره. اگه من ایرانی تنها به شیعه بپردازم، پس اون شاخه های دیگه کجا میره؟ اونا همچنان ریشه دارن در این خاک. سخنم به پایان میرسونم، میخوام بگم من از این دید گفتم و این آرمانی بود که کوروش آریامنش میداشت. دوتا خسرو خزایی هم الان همینو میگه، میگه ما اصلا به کشورهای مسلمون کاری نداریم، اونا دوست دارن تو این بدبختی بمونن، به خودشون ربطی داره، ما اصلا با اونا کنه، ما به جنگ دین اسلام نمیریم، ما به براندازی اسلام در خاک ایران داریم میپردازیم. سخن من به پایان. دوستداران آزادی اندیشه در براستی، به سخن دیگر تفسیر سخن شما این است که شما و آبتین ارجمند این است که ما پایبندان به آزادی اندیشه در چارچوب کشورمون هستیم، بدون اینکه با دیگر کشورهای پیرو به کیش تازی کاری داشته باشیم. ما برای اینکه در این بازی، در این آرمان پیروز باشیم و بتوانیم این رو در کشورمون عملا پیاده بکنیم، نیازمند یک نیرو، سازماندهی و یک برنامه هستیم. این برنامه رو کدام یک از دستندرکاران اندیشه ستیز با کیش بیگانه در ایران توی پرانتز اسلام تا به حال ارائه کردن؟ جنبش جهانی مهر و دوستی سربلند هست که برای نخستین بار یک چیز حدود 22 تا 23 سال پیش در آیین نامه ای، در مرام نامه ای، در اساس نامه ای این برنامه رو نوشته و به آگاهی بسیاری از یاران رسونده. اون این است که با
برای اینکه ما در کشور خودمون این ننگ رو بتوانیم به عنوان یک قده فرهنگی بیوپسی بکنیم، با کارد خرد اینو ببریم به گونه ای که به بیمار صدمه ای نزنه، آسیبی نرسانه، با کارد خرد و عنایت به تاریخ میبایستی بسیار 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 زیرکانه، موشکافانه و ژرف مینانه عمل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما در این مجموعه کارهایی که در آینده خواهیم داشت، نخست میبایستی سازمان نیرو و اعتباری اجتماعی و جایگاهی دست کم در یک تشکیلات حزبی بتوانیم داشته باشیم. اون حزب یا اون دسته یا اون جنجمند یا اون کانونی که چنین می اندیشه می بایستی آنچنان توانی داشته باشی که بتونه با گرگهای بیشمار پنجه در پنجه بشه و بتوانه آنچنان نیرویی داشته باشی پنجه های دشمن 1400 ساله رو در ایران بشکنه، بتابونه، بذاره پایین. منتها این زور با تفنگ و شمشیر و اسلحه و مشت نیست، نخست با خرد و برنامه ریزی هست، ولی پیش از اون نیازمند یک آرمان هست، ولی پیش از اون نیازمند گسترش این آرمان. یعنی ما میبایستی نخست یک آرمان داشته باشیم، سپس ابزار گسترش این آرمان رو داشته باشیم، سپس نیرویی داشته باشیم که در سایه اون بتوانیم این آرمانی که گستردیم در میان هم‌اندیشان خودمون به عنوان یک نیرو در جامعه حضور فیزیکی ملموس داشته باشه. بنابراین ما میبایستی ژرف بینانه ببینیم این بازی رو از کجا میبایستی بیاغازیم، به کجا برسیم که نتیجه مطلوب رو به دستمون بده. ما میبایستی آنچنان زیرکانه، آنچنان ژرف بینانه، آنچنان روشن اندیشانه براستی و آنچنان آینده نگرانه این مسئله رو پیاده بکنیم که بخت پیروزی رو از امروز در میدان رقابت‌های تند فردای فرضی که فرض رو بر این مبنا بذاریم که جمهوری شیعه در ایران ریخت، یک دوران کیاس بیقاعدگی و پریشانی و پریشیدگی هست تا وقتی که یک دستگاه مقتدر بالا بشینه و رژیم رو به عهده بگیره، حالا هر چی که میخواد باشه، هر فرض هزار رقم فرض میتونید داشته باشید. تیم ما، گروهی که جاله هست و آبتین هست و جناب راب هست و هزاران دیگر که چون ما میاندیشن، نخست این آرمان میبایستی دکترینه بشه، نوشته بشه، آتازدش روشن باشه. دو، این کسانی که پیرو به این اندیشه هستن میبایستی سازماندهی شده باشن، اینها میبایستی آموزش دیده باشن، هر کدوم نقش سازمانی روشنی داشته باشن، این نیر به صورت نیرو میبایستی متمرکز بشه. اونچه که جنبش جهانی مهردوستی 22 تا 23 سال پیش در نشریاتش نوشته منتشر کرده و یکی از اونها 40 نکته است، در 40 نکته به روشنی گفته ما در آینده با چه کیفیتی، با چه شرایطی، با چه وضعیتی میتونیم در آرمان پیاده بشیم و قدرت بیزاران از اندیشه تازی رو که 1400 سال بر ما چیره بودن با کمترین خسارت و بیشترین بازده پیاده بکنیم. استراتژی که ما رو در این گذر کمک میکنه که بتونیم عملا قدرت رو در ایران، قدرت رو به مفهوم این که از پشتیبانان اندیشه خودمون در میدان رقابت به درستی به پدافند بپردازیم و بتوانیم این اندیشه رو در میان دیگران هم، دیگر هم میهنان بگستریم، اون سازمان، اون تشکیلات، اون آرمان، اون آیین‌نامه، اون اساسنامه رو 22 تا 23 سال پیش جنبش در یکی از اونها 40 نکته است که در اختیار مردم قرار داده. میگیم که عقل خرد پخته کارکشته‌ای که براسی هم تاکتیک میدونه، هم استراتژی میدونه، هم تاریخ رو میشناسه، هم منطقه رو خوب آشنا هست، هم گذشته و امروز ایرانی رو خوب میدونه و هم بلایی که 40 سال به سرمون پیش اومده خوب میشناسه، میگه که زیرک اون کسیست که همه مخالفین این
کیش بیگانه با فرهنگ ایرانی توی پرانتز شیعه یا اسلام یا همه شاخه های 178 گانه شو، اونها رو مخالفین با این اندیشه رو فارغ از گرایش های سیاسی بتواند در یک حلقه در یک سازمان گرد هم بیاره. مخالفین این جریان کیا هستن؟ نخست شیعه ها هستن، بعد سنی ها هستن، بعد درویش ها هستن، بعد نمیدونم که همه شاخه هایی هستن که اصولا با تازیگرایی، تازی نه به مفهومی که جناب آینه میگن که از نظر نژادی، نه، بلکه اندیشه که 1400 سال فرهنگ زیبای ایرانی رو آلوده، این رو ما میگیم تازیگرایی. فرق نمیکنه کدوم شاخش، کدوم یکی از شاخه های اسلام، اونها دشمنان ما هستن. ما میخواییم بگیم کسانی که موافق ما هستن طبق یک استاندارد سیاسی فرهنگی حزبی گرد هم بیان، آموزش ببینن، دوره های آموزشی بزنیم، اینها بتونن وظائف و تعهداتشون رو در این چارچوب سازمانی آشکارا به درستی بدنن، سازماندهی بکنیم، نیروها درست طبقه بندی بشن، در این لایه بندی هر کس بدونه تعهدش چیست، وظیفه چیست و بازدهیش چیست. ما در این گذر همه مسیحیان ایرانی که ضمناً میتونن پلهای ارتباطی ما با دنیای باختر باشن، همه یهودیان ایرانی که مخالفین سرسخت و بیچون و چرای تازی اندیشی هستن و میتونن پلهای ارتباطی ما با اسرائیل و یهودیت جهان که سرور رسانه های بین المللی و بانکداری دنیا هست باشن، جامعه زرتشتی که دین راستین شهروند ایرانی هست با هند و پارسیان هند که مقتدرترینان آسیای جنوبی هستن میتونه باشه، و جامعه بهایی که به راستی دست کم این که در یارگیری در سازماندهی بهترین ها هستن، اونها رو میتونیم کنار خودمون داشته باشیم به عنوان یک دگراندیشه مخالف دستگاه اسلامی، هرچند بر بسیاری از آلودگی های اسلامی در اونها هست، ولی مسئله این است که خودشون مسلمان نمیدونن. ما اینها رو به عنوان پارتیزان های این جریان میتونیم با خودمون داشته باشیم. طبیعی است که مبصرهای کلاس، فرماندهان، پیشتازان و کسانی که مدیریت‌های تراز بالا رو خواهند داشت، کسانی هستند که اصولاً با بهدینی، پاکدینی و درگذر از تاریخ کهن پارچه ایرانی آشناتر هستند، مسئولیت‌های بیشتری در این زمینه خواهند، تردید نیست. و به دشمنمون که هر یک از فرق اسلامی هست بگیم که چون شیعه رو ما کمتر از شما نمیشناسیم، چون ما مقید به این مسئله هستیم که میخواییم در آینده ایران یک ایران سربلند باشه در ارتباط با همه کشورهای جهان، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، چه زرتشتی، چه هندی، چه بیدین، چه بادین، چه با هر دینی. بنابراین ما میخواییم شماهایی که دست کم کارنامه 1400 سالتون رو هنوز نتونستید دفاع درستی ازش بکنید و ما خیلی حرفا توش داریم، چه به عنوان مسیحی، چه یهودی، چه زرتشتی، چه بهایی و چه ماها که از تبار شما مسلمانهای تندروی شیعه هستیم بیدار شدیم، اندیشه تازه ای رو پیدا کردیم در جهت ساختن ایران بهتر فردا. ما پرسشام رو شما جواب ندادید، بنابراین تا وقتی که پرسشای ما رو شما پاسخ ندادید شما محکوم به سکوت هستید، ولی مزاحم شما هم ما نخواهیم شد. ولی داستان اوقاف رو ما از دست شما به استناد قانون اساسی که نگارش خواهد شد خواهیم گرفت. حق اوقاف هر سکه‌ای که هر شهروندی به هر دینمداری میده با هر دینی میبایستی در سیستم وزارت دارایی ایران فردا گزارش بشه، ارزیابی بشه، یعنی هیچ آخوندی نمیتونه یک سکه پول از مردم بگیره. دو، سیستم آموزشی دست شما رو از سیستم های آموزشی و قضایی به طور کل و به طور مطلق خواهیم بست، هرگز حق دخالت ندارید. اون دادگاهی به نام دادگاه سنی فلانکار یک مسخره بیش نیست، سیستم قضایی در کشور یکی هست، اون هم وابسته به دولت و رژیم هست. سه، کسانی که میخوان معلم، آموزگار، استاد یا رهبر یا پیشوای دین بیگانه در خانه ما بشن
با دم چلوار دور سرشون رو عبای بیگانه رو ادای دیگانه رو در کشور ما به نام معلم دینی یا رهبر دینی در بیارن، در یک صورت آزاد هستن و اونی که حداقل یک دانشگاه ایرانی و یک دانشگاه فرنگی با تایید وزارت آموزش پرورش در کنار تحصیلات فقهی خودشون داشته باشن. فقط اونها میتونن ادا اطفار بیگانه رو عبا و عمامه و اینها رو داشته باشن. ما با شیوه های گوناگون بدون هیچ گونه درگیری نظامی، درگیری انتظامی و قدرت فروشی میتونیم اینها رو وادار بکنیم منابع مالیشون رو ببندیم، تأسیسات مسجدشون رو، نمیدونم هیئت هاشون رو، این داستان هاشون رو به حد اقل برسونیم. در کنارش با پشتیبانی از یهودیت، مسیحیت و دیگر گرایش ها و زرتشتی ها تلاش بکنیم اونها رو این امکانات رو بهشون بدیم که هرچی بیشتر در گسترش اندیشه های خودشون در میان ایرانیان بیشتر بپردازن، چرا که اینها سربازان مسلح این جریان فکری در آید ایران فردا خواهند بود، تا آرام آرام بتوانه به یک مقطعی برسیم که از رقابت‌های سیاسی اجتماعی در جامعه دست کمی از گرایشگران به کیش بیگانه در این ایران زمین نداشته باشیم، در یک سری رقابت‌های حزبی بتوانیم قدرت رو به دست بگیریم و آرام آرام این گند 1400 ساله رو به عبارتی که شما می‌فرمایید اسلام رو اصولا ریشه کردن در ایران بدون اعمال زور با یک تاکتیک درست و یک استراتژی سالم و حساب شده گام به گام کیش مات بکنیم. البته شاید به سن ما قد نده، به درازات طول خواهد کشید، ولی ریشه رو، پایه رو، بنیان رو با این کیفیت ما میتونیم در عمل پیاده کنیم، نه تنها تئوری. نگاه من هست. بسیار خوب، من کوتاه سخن بگم که من با هیچ کدوم از گفتار شما دنیل دانای گرامی همخوانی ندارم. 100% گفتار شما درسته و اینی که من خودم دارم میگم از امروز دارم در حالا همون چارت کلمه آب بابا آب داد ماما نازد بکنم زبان فارسی که به روح آشنا کردن مردم ایران با دشواری های زبان یکی از ستون های راستین فرهنگ ما هست و با آوردن به آیین های دشته ایرانی، برای این باورم که اینها پای ریزی امروز بدون گفتگو هم که شما گفتین دکتر دانای گرامی به من قد نمیده، من عمرم به سر خواهد رسید، نمیبینم موضوع دارم، ولی چه باک، من که برای خودم کار نمی کنم، من برای ایران کار کنم، من همه چیز رو میخوام برای ایران. هر کسی درباره پیشرفت ایران و آینده آزادی رو کار بکنه من باهاش دست دوستی بهش میدم. بنابراین این کارهایی که ما داریم امروز میکنیم همه پای ریزی و پی ریزی برای فردای آزاد ایرانه و من با هیچ کدوم از گفتهای شما سر ناسازگار ندارم و از شما درخواست میکنم این نوشته ها رو، این آیین برام هرچی که نامشو بذارین، این منیفست رو یا این نوشته رو یا این مقاله رو هرچی برام بفرستین که بدونم چی کار، یعنی میدونم خودم ولی ریز کاری ها رو از زبان دوستانم شنیده باشم. از سخنم به پایان رسید دوستان، اگر که میخوان حرفی بزنن. با سپاس از مهمانان عزیز در برنامه پادیاوند فرهنگی شرکت داشتند، جناب دکتر دانا، بانو دفتریان از پاریس و همینطور جناب آفتین آینه در ارزیابی کیش و بدکیشی در ایران. تا برنامه دیگر با ما باشید. بدرود، تا درودی دیگر پاینده ایران.